بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت ما میخواییم حل تمرین انتهای کتاب واژه پرداز بنیاد ICDL رو انجام بدیم. همونطور که میدونید دو سری تمرین در انتها هست، این تمرین سری دوم هستش که در حال انجامش هستیم. تمرین شماره یک نمره. برنامه واژه پرداز را باز کنید و فایل سمپل تست 32 را از گوشه داوطلبی خود باز کنید. سند را با استفاده از نام ویندام در گوشه داوطلبی خود ذخیره نمایید. برای این کار وارد گوشه ورد فایلمون میشیم. در داخل اون M3 ورد فایلز هستش. وارد سمپل تست 3.2 میشیم و فایل سمپل تست 32 رو باز میکنیم. پاسخنامه ما در حقیقت همین فایلی هستش که در حال باز شدن هست. اون کاری که در سوال یک از ما خواسته شده این هستش که ابتدا این فایل رو با استفاده از این منو توی قسمت سیو از بیایم سیو از بکنیم به نام فایل ویندام که ازمون خواسته شده. این کار رو سیو از میکنیم و به همین شکل سوال یکمون تموم میشه. سوال دو، یک نمره. جهت سند را به صورت عمودی یا پورتریت درآورید. در این لحظه وارد پاسخنامه‌مون میشیم، وارد منوی پیج لایات میشیم، از بخش پیج ستاپ توی قسمتی که مربوط میشه به تنظیمات صفحه تو بخش مارجین از حالت لندسکیپ کارمون رو به حالت پورتریت قرار میدیم و با زدن کلید اوکی همونطوری که میبینیم حالت صفحمون به صورت پورتریت در اومده. سوال 3، یک نمره. اندازه کاغذ را برای پرینت گرفتن از لگال به آ4 تغییر دهید، پرینت نگیرید و ذخیره کنید. وارد فایل پاسخنامه‌مون میشیم، مجددا از منوی پیج لایاوت بخش پیج ستاپ سراغ قسمتی که مربوط به تنظیمات پیپر میشه میریم. همونطور که میبینیم پیپر سایزمون سایزش لگال هست، اون رو تغییر میدیم به کاغذ آ4 و با زدن کلید اوکی تنظیم کاغذمون از صورت لگال به صورت آ4 در میاد. سوال 4، یک نمره. تاریخ 14/7/2008 را در بالای عبارت To the number of the windsurfing club وارد کنید. خب در حال حاضر وارد فایل پاسخنامه‌مون میشیم، To the numbers of the windsurfing club رو پیدا می کنیم. در قسمت بالاییش تاریخ 14/7/2008 رو به این صورت وارد می کنیم. سوال 5، یک نمره. متن داخل پاراگرافی که با عبارت This is a call شروع می شود را جاستیفای کنید. خب در این حالت پاراگرافی که مربوط به This is a call هستش رو پیدا می کنیم. تمام پاراگراف رو توسط موس سلکت می کنیم. از منوی هوم بخش پاراگراف همونطوری که می دونیم ما 4 مدل می تونیم صفحه رو بچینیم یا یک پاراگراف رو تنظیم کنیم. یکی به صورت Align Left هست، Align Center هست، Align Right هست و حالت آخر حالت Justify هست. همونجوری که گفته بودیم حالت Justify یعنی مرتب سازی عبارات از سمت چپ و از سمت راست. در هنگامی که ما این کار رو میکنیم همونطور که میبینیم متن ما از راست و چپ در این پاراگراف مرتب خواهد شد. سوال 6، یک نمره. عبارت آگندا را وسط چین یا الائن تو سنتر کنید. برای این کار به پاسخنامه‌مون دوباره مراجعه می‌کنید، عبارت مورد نظر را پیدا می‌کنیم و از داخل منوی هوم بخش پاراگراف
align to center رو به این شکل انتخاب میکنیم تا عبارت ما در وسط صفحه قرار بگیره. سوال 7 یک نمره. برای آیتم های برنامه زمانی از آیتم election of the chairman تا آیتم expedition plan فاصله ابتدای پاراگراف ایندنت بگذارید، به طوری که فاصله آن از حاشیه سمت چپ 2 سانتی متر باشد. سند ringdom داک ایکس را ذخیره کنید. وارد فایل پاسخنامه میشین، منطقه مورد نظر رو سلکت میکنیم. از داخل منوی پیج لایاوت، بخشی که مربوط به ایندنت میشه، فقط از سمت چپ 2 سانتی متر فاصله ایجاد میکنیم. همونطوری که میبینیم منطقه مورد نظری که سلکت شده بود 2 سانتی متر به سمت از سمت چپ ایندنت میگیره. در این مرحله با زدن کلید سیو داکیومنت خودمون رو سیو میکنیم. سوال 8 یک نمره. برای لیست آیتم های برنامه زمانی از آیتم election of the chairman تا آیتم expedition plan بالت اعمال کنید. خب وارد پاسخنامه‌مون میشیم، منطقه مورد نظر رو سلکت میکنیم. از منوی هوم، بخشی که مربوط به بالت هستش، بالت رو انتخاب میکنیم. هر کدوم از بالت های مورد نظرمون که برامون فکر میکنیم زیبایی داره اون رو میتونیم انتخاب بکنیم و به این شکل عبارت ها رو بالت گذاری بکنیم. سوال 9 یک نمره. فاصله بین خطی دوتایی دابل لاین اسپیس بین موارد بالت دار از آیتم election of the chairman تا آیتم expedition plan اعمال کنید. وارد فایل پاسخنامه میشین، از منوی هوم، بخش پاراگراف، بخشی که مربوط میشه به line spacing رو باز میکنید. همون جوری که میبینید عبارت دابل رو اینجا نداره. برای این کار وارد قسمت آپشنز لاین اسپیسینگ میشیم. در این صفحه همین بخشی رو که میبینیم، قسمت اسپیسینگ، قسمت لاین اسپیسینگ، انتخاب ها رو باز میکنیم، دابل رو انتخاب میکنیم. با زدن کلید اوکی همون جوری که میبینیم فضای اسپیس بین هر خطمون دو برابر میشه، یعنی هر اندازه ای رو قبلا داشته الان دو برابر اون میشه. سوال 10 یک نمره. فاصله بین خطی کوچک soft line break بعد از کلمه C در پاراگرافی که با there are still spaces شروع می شود را حذف کنید. وارد بخش پاسخنامه‌مون میشیم، پاراگرافی که با there are still spaces هست رو پیدا میکنیم، سپس کلمه C رو پیدا میکنیم. خب به ما گفته soft line break رو حذف بکنیم. soft line break همونجوری که میدونین جزء کاراکترهای کنترلی هست و در صفحه تو حالت معمول نمایش داده نمیشه. برای دیدن این کاراکترها وارد منوی هوم میشیم، توی بخش پاراگراف، توی قسمت show hide با زدن کلید شو کاراکترهای کنترلی نمایش داده میشه. این کاراکتری که الان انتخاب کردم و در حال نمایشش هستم این soft line break هستش و با زدن کلید شیفت اینتر ما میتونیم این کاراکتر رو ایجاد بکنیم. خب حالا ما کاراکتر مورد نظر رو بعد از زدن کلید شو های پیدا کردیم، انتخابش میکنیم، کلید دلیت رو میزنیم. چون soft line break برداشته میشه، خطی که از اون ناحیه‌ای که بریک زده شده بود از خط پایین به خط بالا منتقل میشه و با زدن در واقع کلید شوهاید به صورت مجددن از حالت کاراکترهای کنترلی اون از حالت نمایش
به حالت مخفی یا حالت هاید قرار میگیره و سوالمون به اون شکلی که میخوایم پاسخ داده میشه. سوال 11 یک نمره. از سمت چپ متنی که با عبارت special rate for آغاز میشود یک تپ به فاصله 2.5 سانتی متر تنظیم و اعمال کنیم. وارد پاسخنامه میشیم. پاراگرافی که اسپیشیال ریت فور رو داره پیدا میکنیم. سپس از داخل منوی هوم بخش پاراگراف رو میزنیم. توی پایین قسمت پاراگراف یه بخشی داریم به نام بخش تبز. تبز رو میزنیم. دیفالت تب استپس رو تبدیل میکنیم به 2.5 سانت. 2.5 سانت رو انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنیم. از این به بعد هر هنگام که از روی صفحه کلید تب رو فشار بدیم 2.5 سانت برای ما فاصله ایجاد میکنه. به این ترتیب این سوالمون هم پاسخ داده شد. سوال 12 یک نمره. برای عبارت see on for details در سند سوپر اسکریپت اعمال کرده و ذخیره کنید. وارد پاسخنامه میشیم. بخشی که نوشته see on for details رو پیدا میکنیم و سپس توسط موز سلکت میکنیم. از داخل منوی هوم بخش فونت دو تا گزینه داریم. یکی سابسکریپت، یکی سوپر اسکریپت. سابسکریپت زیرنویس مطالب هست، مثل فرمول هایی که مشابه X2 هست، و سوپر اسکریپت بالا نویس در واقع خطمون هست، مثل مطالبی که X به توان 2 رو میخواییم انتخاب کنیم. خب ما در این مرحله باید see on for details رو به صورت سوپر اسکریپت بکنیم. انتخابش کردیم. با زدن این کلید همون جوری که میبینید نوشتمون به صورت بالا نویس و بالاتر از خط معمولمون که در حال تایپش هستیم قرار میگیره. این کار رو انجام میدیم و کارمون رو سیو میکنیم. به این شکل این تمرینمون رو هم پاسخ میدیم. سوال 13 یک نمره. یک فاصله، یه صفحه، پیج بریک بلا فاصله قبل از عبارت 2008 اکسپدیشن وارد کنیم. وارد فایل پاسخنامه‌مون میشیم. عبارت 2000 اکسپدیشن رو پیدا میکنیم. روی اون قرار میگیریم. با زدن کلید هوم در روی کیبورد روی ابتدای این عبارت قرار میگیریم. ما به دو صورت میتونیم پیج بریک ایجاد بکنیم. یکی از کلیدهای میانبر کنترل اینتر استفاده کنیم. راه حل دوم اینه که وارد منوی پیج لایاوت بشیم. از قسمت بریکر بخش پیج بریک پیج رو انتخاب بکنیم. به این شکل از اینجا که انتخاب کردیم یک پیج بریک روی صفحه ایجاد میکنیم و مطالب از اونجا به بعد در صفحه دیگری یا صفحه بعدی قرار میگیرند. سوال 14 یک نمره. برای عبارت 2008 اکسپدیشن در بالای صفحه 2 یک کادر جعبه‌ای با ضخامت 3 پوینت و یک سایه به دلخواه خود وارد کنید. وارد پاسخنامه میشیم. از داخل صفحه 2 عبارت 2008 اکسپدیشن رو پیدا میکنیم. ما چندین راه برای ایجاد کادر جعبه‌ای داریم که یکی از اونها رسم یک جدول یک در یک هستش. برای این کار میتونیم وارد منوی اینسرت بشیم. از بخش تیبل عبارت convert text to the table رو انتخاب بکنیم. به ما پیشنهاد میده که یک جدول یک در یک که تعداد کالون و راهشون یک هستش رو انتخاب بکنیم. اوکی رو که میزنیم عبارت ما رو در داخل جعبه قرار میده.
از داخل منوی دیزاین که میدونید هنگامی که روی تیبل قرار داریم منوی دیزاین به منوهای استاندارد ورد اضافه میشه. از داخل اون بخش بوردر، بوردر اند شیدینگ رو انتخاب میکنیم. بوردری رو که انتخاب میکنیم یک استایل مثلا استایل سایه‌ای که من انتخاب میکنم رو در نظر میگیریم و وید اون رو یا پهنای اون رو 3 پوینت انتخاب میکنید و کلید اوکی رو میزنید. به این ترتیب یک کادر یا یک جعبه دور عبارت ما به اندازه 3 پوینت و با سایه‌ای که مورد نظر ما هست تولید میشه. سوال 15، یک نمره. در زیر عبارت 2008 Expedition در بالای صفحه 2 با استفاده از فونت علائم وینگ دینگ 3 علامت پرچم یا فلگ وارد کنید. وارد پاسخنامه‌مون میشید. عبارت 2008 اکسپدیشن رو که دورش کادر جعبه‌ای قرار داده بودیم رو پیدا میکنیم و در زیر اون تصمیم میگیریم که 3 تا علامت فلگ قرار بدیم. برای این کار وارد منوی اینسرت میشیم، از داخل اینسرت سیمبل رو انتخاب میکنیم. چون اینجا کاراکترهای خاصی رو که میخوایم اون مورد اون کاراکتر فلگ مورد نظر توش نیست، وارد مور سیمبل میشیم. از میون فونت هایی که وجود داره جستجو میکنیم، فونت ویندینگز رو انتخاب میکنیم و سپس با کاراکتر فلگ رو پیدا میکنیم و 3 تا کاراکتر فلگ 1، 2 و 3 3 تا کاراکتر فلگ رو اینسرت میکنیم و به این شکل روی صفحه نمایش داده میشه. کارمون رو بد نیست که هر چند وقت یه بار سیو بکنیم. سیو میکنیم تا تغییرات مورد نظرمون اعمال بشه. سوال 16، یک نمره. برای علامت پرچم ها رنگ فونت دلخواه خود را انتخاب کنید. خب در این مرحله ابتدا این سه تا فلگ رو سلکت میکنیم، سپس از داخل منوی هوم بخش فونت رنگ مورد نظر رو برای در واقع پرچم هایی که دوست داریم میتونیم انتخاب بکنیم. به این شکل میتونیم رنگ پرچم ها رو هم تغییر بدیم. سوال 17، یک نمره. در سمت راست ستون دیت در جدول صفحه 2 سند یک ستون اضافه نمایید. وارد صفحه پاسخنامه میشیم، ستون دیت رو پیدا میکنیم و سپس سلکت میکنیم. ستون رو با در لحظه‌ای که فلش سیاه رنگ به سمت پایین شده انتخاب میکنیم، سلکت میکنیم، سپس بر روی قسمت‌های سلکت شده کلیک راست رو میزنیم. با زدن کلیک سمت راست و انتخاب گزینه اینسرت ما میتونیم در واقع سطر یا ستون مورد نظرمون رو اضافه کنیم. با توجه به صورت سوال insert column to the right این رو انتخاب میکنیم تا ستون مورد نظرمون در سمت راست ستون دیت در واقع اینسرت بشه. به این شکل ستون رو اضافه کردیم. سوال شماره 18، یک نمره. عنوان فیس را در ستون جدید وارد کرده و کرایه ها را مانند شکل زیر وارد کنید. همونطوری که میبینیم کرایه ها با علامت یورو نمایش داده شده و یوروهایی که در واقع دو تا سطر آخر هستش به صورت ایتالیک نمایش داده شده. وارد ستون مورد نظر میشیم، FARES رو وارد میکنیم و با توجه به صورت سوال 999 425 750 295. خب 999 بعدی 425 750 425 750
و در انتها 295 رو وارد میکنیم. 295. خب حالا در این مرحله علامت های یورو رو میخواییم برای هر سطر در واقع اضافه کنیم. وارد منوی اینسرت میشیم، از داخل سیمبول اینجا علامت یورو رو به این شکل وارد میکنیم، به همین ترتیب تکرار میکنیم برای بعدی و برای بعدی و بعدی. سپس میایم این کاراکتر رو انتخاب میکنیم، از منوی هوم ایتالیکش میکنیم، این یکی رو هم انتخاب میکنیم و ایتالیک میکنیم. به نظر میرسه که اگر اینها رو بولد هم بکنیم یه مقداری بیشتر به اون جدولی که در واقع توی نمونه داشتیم بیشتر به اون شبیه میشیم. سوال 19، یک نمره. ردیف خالی جدول را حذف کنید. وارد پاسخنامه میشین، سطری رو که یا رایی رو که خالی هستش میبینیم، با زدن با همراه کردن در واقع موس در کنار این و زدن یک دبل کلیک سطر مورد نظر رو انتخاب میکنیم. سپس روی بخش انتخاب شده کلیک راست رو میزنیم و دلیت راز رو از منویی که دیده میشه انتخاب میکنیم. با زدن دلیت راز سطر مورد نظر و انتخاب شده حذف خواهد شد و جدول ما به این شکلی که میبینید در واقع در میاد. بد نیست که کارمون رو هر چند وقت یه بار سیف کنیم. با زدن کلید سیف کارهایی که انجام شده تا الان ذخیره میشه. سوال 20، یک نمره. برای اولین ردیف جدول که حاوی عناوین location, date و fairs می باشد یک سایه به انتخاب خود اضافه کنید. خب وارد پاسخنامه می شیم، سطر مورد نظر رو که شامل location, date و fairs هستش به این شکل با یه دبل کلیک انتخاب می کنیم. وارد منوی دیزاین میشیم. میدونیم که این منو هنگامی در واقع اضافه میشه به منوهای استاندارد ورد که ما در داخل یک جدول قرار گرفته باشیم. خب میتونیم اینجا توی قسمت شیدینگ وارد بشیم و به انتخاب خودمون یکی از سایه هایی که دوست داریم رو یا یکی از رنگ هایی که دوست داریم رو برای جدولمون انتخاب بکنیم. همچنین بد نیستش که وارد قسمت بوردر بشیم و یکی از بوردرهایی که برای این قسمت میتونه جالب باشه رو در واقع به این شکل انتخاب بکنیم. کارمون رو انجام میدیم و فایلمون رو سیو میکنیم. سوال 21، یک نمره. هر جا که کلمه کلاب وجود دارد آنها را با کلمه اسوسییشن جایگزین نمایید. برای این کار وارد فایل پاسخنامه میشیم، خودمون رو در واقع کرسرمون رو منتقل میکنیم به ابتدای فایل. با زدن کلید کنترل F بخشی که مربوط به Find and Replace هستش رو انتخاب میکنیم. با توجه به اینکه ما میخوایم یک کلمه رو با کلمه دیگری جابجا بکنیم، بخش Replace میتونه در واقع ما رو کمک بکنه. خب اینجا ما کلمه Club رو مینویسیم و با کلمه Asso این رو میخواییم جایگزین کنیم، یعنی تو بخش find what club رو میذاریم و تو بخش replace with کلمه association رو تایپ میکنیم. خب برای این کار میتونیم، چون گفته هر جا، یعنی که هر جا این قضیه تکرار شده، مثلا الان من اینجا رو میبینم که کلمه club وجود داره، replace all رو میزنیم و الان اینجا همینطوری که میبینی این قسمت کلمه کلاب برداشته شد و جایگزین اون که کلمه اسوسییشن هست رو ما توی در واقع متنمون داریم. احتمالا جاهای دیگه هم کلمه کلاب ممکنه وجود داشته که با کلمه اسوسییشن جا به جا شده.
خب کارمون رو سیف میکنیم و میریم سراغ سوال بعدی. سوال 22، یک نمره. از یک برنامه ویرایش املایی اسپل چک استفاده کرده و در صورت لزوم تغییرات را اعمال کنید. نام های خاص یا نام مکان ها شامل این ویرایش املایی نمی شوند و باید آنها را نادیده بگیرید. سند وین دام را ذخیره کنید. خب برای در واقع گرفتن غلط های املایی، اولا اسپل چکر فقط توی متون انگلیسی کار میکنه و ما در واقع اسپل چکری که بتونه غلط های املایی فارسی رو بررسی بکنه نداریم. خب همون جور که میبینید متن ما یک متن انگلیسیه، ما کرسرمون رو به ابتدای متن منتقل میکنیم. بخش اسپل چکر توی منوی ریویو از منوهای اصلی ورد قرار داره. توی این بخش وارد قسمت اسپلینگ اند گرامر میشیم. میتونیم این برنامه رو با زدن کلید F7 هم فعال بکنیم. خب کلید رو میزنیم، همون جوری که میبینید از ابتدای متن پیشنهاداتی رو که میده، غلطهایی رو که میبینید انتخاب میکنه. خب اینجا همون جوری که میبینید فرایدی رو به صورت فرایدوی با او نوشته شده و غلط هست. پیشنهادی که میکنه، ساجستشن یا پیشنهاداتی که به ما میده، یکی این هستش که در واقع به این شکل میتونیم ما این غلط رو پیدا کرده و ما میتونیم که این غلط رو با زدن کلید چنج در واقع عوض بکنیم. خب ما این کارو کردیم. بخش بعدی، غلط بعدی که گرفته هست سی ویو. خب سی ویو رو ما به صورت پشت سر هم نوشتیم، اما با توجه به این که در واقع اجازه بدیم ببینم این یک کلمه هستش یا اینکه خب ببینید این میتونه اسم خاص باشه، این عبارت سی وی او، با توجه به اینکه حرف اول انگلیسیش هم در واقع با حروف بزرگ نوشته شده، ما حد میزنیم که این یک اسم باشه. بنابراین این مرحله رو ایگنور وانس میکنیم، یعنی بره سراغ بخش بعدی، یعنی غلط املایی نیست و این یک اسم خاص هستش. خب غلط بعدی در واقع اومده و همینجوری که میبینی کلمه وود رو غلط املایی داریم، پس اینجا کلید چنج رو میزنیم و با در واقع این غلط املایی رو با زدن کلید چنج تغییر میدیم. خب غلط بعدی رو اینتن، بله غلط بعدی رو هم با زدن کلید چنج تغییر میدیم. خب بعدی اسم هستش، میبینید که با حروف بزرگ نوشته شده، بنابراین کلید این رو تغییری روش نمیدیم، ignore once رو میزنیم که حرکت بکنه. بعدی ماه سپتامبر هست یا سپتامبر هست، برای تغییر اون همینجوری که می‌بینین دیکته درست سپتامبر نوشته شده، چنج رو می‌زنیم و عوض می‌کنیم. خب اینجا اگر دقت بکنید نمیشه special rate for last minute bookings، یعنی در واقع گفته که هزینه کمتری ما داریم یا یه رقم خاصی رو براتون در نظر می‌گیریم برای رزرو لحظات آخر. خب اینجا این فور رو همون جوری که میبینید فور دیکتیشنش درسته، به صورت قرمز ننوشته، اما با توجه به اینکه این فور
اگر با حروف کوچیک نوشته بشه بهتر هستش، به شما ساجستشن میده که اون رو با زدن کلید چنج حروف بزرگ فور رو افش رو به اف کوچیک تبدیل بکنید و این درست بره. چنج رو میزنیم و این اتفاق میفته. خب پس بعد از این همونجوری که میبینید دیگه چنجی وجود نداره، یعنی این متن ما از ابتدا تا انتها در واقع از لحاظ اسپلینگ و گرامر چک شده و با زدن کلید کلوز و سیف کردن این مرحله رو هم خاتمه میدیم. سوال 23 یک نمره. فایل تصویری سیل را از پوشه داوطلبی خود در زیر جدول صفحه 2 وارد کنید. برای این کار کرسرمون رو زیر جدول صفحه 2 قرار میدیم. از منوی اینسرت قسمت اینسرت پیکچر وارد میشیم، توی فولدر مورد نظر میریم. خب ما توی فولدر ورک فایل رو اول از اینجا پیدا بکنیم، ورک فایل سامپل تست 3 و 2، سیل جی پیگ. سیل جی پیگ رو اینسرت میکنیم و در این مکان به این شکل قرار میدیم. سوال 24 یک نمره. اندازه تصویر سیل در صفحه 2 را تغییر دهید به طوری که اندازه آن 40% طول و عرض اولیه شود. برای این کار ابتدا شکل مورد نظر را سلکت می‌کنیم. از قسمت از منوی فرمت که هنگامی که روی عکس‌ها قرار می‌گیریم این منو به منوهای اصلی ورد اضافه میشه. از منوی فرمت روی بخش سایز می‌ریم و توی بخشی که نوشته اسکیل، های و وید رو یا به عبارتی طول و عرض رو به 40% اندازه قبلی قرار میدیم و سپس کلید کلوز رو میزنیم. همینطور که میبینید اندازه عکس فعلی 40% اندازه عکس قبلی هستش. با زدن کلید سیو مجدداً فایل رو ذخیره میکنیم. سوال 25 یک نمره. تصویر سیل در صفحه 2 را در صفحه 1 بین ساوت همپیون ویند سورفینگ اسوسییشن و گریت ویلیامز را در بالای نامه کپی کنید. وارد پاسخنامه میشیم، ابتدا سراغ عکس میریم، عکس رو انتخاب میکنیم، کلیک راست و کپی رو میزنیم. به قسمتی که گفته شده بود زیر قسمت گریت ویلیام یک کلید اینتر میزنیم تا یک خط آزاد به ما بده. سپس همینجا پیست رو میزنیم و عکسمون رو در این ناحیه قرار میدیم. سوال 26 یک نمره. شماره داوطلبی خود را در سمت چپ سرصفحه سند وارد کنید. سند وینگ دام را ذخیره نمایید. وارد پاسخنامه میشیم. همون جوری که میدونید برای وارد شدن به هیدر و فوتر یکی از راهاش اینه که میتونید در بالای صفحه قسمت هیدر یه دبل کلیک کنید و به این شکل وارد قسمت هیدر داکیومنتمون بشید. شماره داوطلبی شماره‌ای هستش که روی لاگ بوک هر فرد نوشته شده و قبل از امتحان ما اون رو به شما اعلام می‌کنیم. اون شماره رو که حالا اینجا مثلا ما فرض می‌کنیم که یک شماره فرضی هستش اینجا وارد می‌کنیم، مثلا فرض کنیم می‌ذاریم 1254. این شماره رو وارد می‌کنیم، با زدن کلید کلوز میتونیم بخش هیدر و فوتر رو ببندیم. سپس با زدن کلید سیو میتونیم فایل وینگدام خودمون رو ذخیره بکنیم.
سال 27 یک نمره. یک نسخه از صفحه یک سند ویندام را به وسیله پرینتر چاپ کنید. برای این کار بعد از اینکه وارد صفحه پاسخنامه شدیم، از منوی استارت ورد وارد بخش پرینت میشین و گزینه پرینت رو به این شکلی که میبینید انتخاب میکنید. در صفحه‌ای که باز میشه شما باید به این شکل عمل بکنید، چون ما فقط میخوایم صفحه یک از داکیومنتمون چاپ بشه. توی گزینه پیج رنج گزینه پیجز رو انتخاب میکنید و فقط عدد یک رو داخل اون وارد میکنید و کلید اوکی رو میزنید. با این کار فایل ما برای چاپ فرستاده میشه و فقط صفحه یکمون چاپ خواهد شد. سوال 28 یک نمره. ادغام پستی. از نسخه کنونی ویندام به عنوان فرم نامه یا فرم لتر استفاده کنید. برای این کار باید وارد منوی میلینگ بشیم. دو تا راه داریم. میتونیم از قسمت استارت میل مرج لتر رو انتخاب بکنیم، این راه اول، و یا میتونیم از داخل استارت میل مرج و از طریق ویزارد به وسیله منوی استپ بای استپ میل مرج ویزارد رو انتخاب کنیم، گزینه لتر رو انتخاب بکنیم و سپس نکست رو بزنیم. به هر دو صورت میتونیم ما عمل کنیم. سوال 29 یک نمره. از فایل کانتکت لیست در پوشه داوطلبی خود به عنوان منبع داده برای ادغام با فرم نامه ویندام استفاده کنیم. خطوط موجود برای نام، آدرس و شهر در بالای سند را با وارد کردن فیلدهای ادغام زیر جایگزین نمایید. برای این کار وارد فایل پاسخنامه میشیم، به ابتدای نامه میبریم کرسرمون رو، با زدن کلید اینتر فضای مناسب برای درج فیلدهای مورد نظر رو ایجاد میکنیم. سپس وارد قسمت Select Receptions میشیم، از اونجا Use Existing List رو انتخاب میکنیم. میدونیم که منوی Use Existing List برای لیست هایی هستش که قبلا وجود داره و ما نمیخوایم لیست جدیدی رو ایجاد کنیم. اگر میخواستیم لیست جدید رو در همین لحظه ایجاد کنیم، Type New List رو انتخاب میکردیم. خب ما Use Existing List رو انتخاب میکنیم، سپس از روی در واقع پوشه داوطلبیمون که Work File هست اسمش، وارد Work File میشیم و همون جوری که راهنمایی کردن از طریق Contact List docx در واقع کانتکت لیستمون رو لود میکنیم، اوپن رو میزنیم. خب حالا وارد قسمت insert merge field میشیم. خب فیلد هایی که داریم first name هست، در خط اول چند تا اسپیس میزنیم فاصله ایجاد میکنیم. فیلد بعدی last name هست. خب اینها رو align to left میکنیم، مشابه آنچه که توی صورت سوال اومده بود. روی خط بعدی میریم، مجدداً الان لفت میکنیم مطابق مثالمون. از پنجره میلینگ insert field میکنیم address رو، یه اینتر میزنیم یه خط باز بشه و سپس city رو به این شکل به field هامون اضافه میکنیم و از این و به این صورت میتونیم در واقع یک فایل ادغام پستی رو به این شکل ایجاد کنیم. با زدن کلید سیو صفحه خودمون رو ذخیره میکنیم. سوال 30 یک نمره. منبع داده لیست آدرس را با
فرم نامه ویندام داکه ای ادغام کنید تا یک سند ادغام فصلی ایجاد شود. سند ادغام فصلی را با نام AGM 2007 در پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید. همه اسنادی که باز هستند را ذخیره کرده و ببندید. خب ما وارد فایل ویندامم میشیم. همون جوری که گفتن میتونیم با زدن کلید پریویو نتایج رو ببینیم. همونطور که میبینید در واقع این لیست ما در حال کار کردن هست. 9 تا کانتکت داره. هر 9 تا کانتکت رو شما دیدین. حالا موقعی هستش که ما باید این فایل رو سیو از بکنیم. میتونیم فایل رو سیو از بکنیم در قالب ورد داکیومنت. اسمش رو همون جوری که دیدید گفتش که AGM 2007 بذاریم و با زدن کلید سیو فایل موجود رو ذخیره کنیم. همین جوری که میبینید اسم در واقع سند ما از ویندام به AGM 2007 تغییر پیدا کرد. سندها رو همونجوری که دیدید سیو میکنیم و با زدن کلید زبدر یا کلوز صفحه باز رو به این شکل میبندیم. سوال 31 یک نمره. فایل تایمز را از پوشه داوطلبی خود باز کنید. عبارت 1 PM to 5 PM با استفاده از کلید فاصله اسپیسبار همردیف الائن شده است. فاصله ها را حذف کرده و به جای آن یک تب به اندازه 6 سانتی متر در سمت چپ عبارت 1 PM to 5 PM تنظیم و اعمال نمایید. سند تایمز داک ایکس را ذخیره کرده و ببندید. برای این کار وارد پوشه داوطلبیمون میشیم. فایل تایمز رو از اینجا اوپن میکنیم. خب همون جوری که میبینیم عبارت این عبارت های 1 PM to 5 PM به وسیله اسپیس در واقع فاصله ایجاد شده. کلید دلیت رو میزنیم تا اسپیس های قبلش به طور کامل پاک بشه. سپس وارد قسمت پاراگراف میشیم. از قسمت تبز تبز رو میاریم. فاصله رو به 6 سانتی متر تنظیم و اوکی میکنیم و با زدن کلید تب همونجوری که میبینید 6 سانتی متر فاصله ایجاد میشه. فایل رو سیو میکنیم و سپس در واقع با زدن کلید کلوز اون رو فایل سیو شده رو میبندیم. سوال 32 یک نمره. فایل fax2dw.ex را از پوشه داوطلبی خود باز کنید و فایل را با فرمت قالب یا تمپلیت با نام سورفکس در پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید. الگوی سورفکس و برنامه واژه پرداز را ببندید. برای این کار وارد پوشه داوطلبی یا سمپل تست 3.2 میشیم و فایل فکس تو دی دبلیو رو باز میکنیم. از طریق منوی استارت ورد وارد قسمت سیو از میشیم و این سری به جای ورد داکیومنت از ورد تمپلیت استفاده میکنیم. همونطوری که میبینید پسوند ورد تمپلیت ها دات ایکس هست. خب اسم فایل رو به سورس فکس در واقع تغییر میدیم و در پوشه داوطلبی اون رو سیو میکنیم. بعد اون کار ما تموم شده و میتونیم با زدن کلید کلوز فایل مورد نظرمون رو ببندیم.